شش نوع اگر گفتن داریم. اول گفتن اگر در اعتراض به شریعت است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه را به طرف احد برد، منافقین چه گفتند؟ گفتند اگر ما توانایی تصمیم گیری داشتیم. گفتند اگر، یعنی به حکم پیامبر اعتراض کردند. نوع دوم در بکارگیری کلمه اگر برای اعتراض به تقدیر خداوند است. مثلا شخصی بیرون می رود و فرد دیگری به وی می گوید بیرون نرو، ولی او بیرون می رود و برایش حادثه ای رخ می دهد و می گوید اگر به حرفم گوش می کردی اینجوری نمی شد. این اگر گفتن حرام است، چون اعتراض به قضا و قدر الهی است. سوم، استفاده کردن از اگر به خاطر پشیمانی است. مثلا میگویی اگر این کار را میکردم. این ای کاش گفتنها کار شیطان را آغاز میکند. ولی چه باید بگوید؟ باید بگوید تقدیر خدا بود، هرچه او بخواهد انجام میدهد. نوع چهارم، به کارگیری کلمه اگر در استدلال بر معاصی. مثلا فرد مشروب میخورد و به او میگویی از خدا بترس و مشروب نخور، میگوید اگر خدا میخواست من مشروب نمیخوردم و من با تقدیر خدا مشروب میخورم. با امثال این افراد چه باید کرد تا قانع بشود؟ به نظر شما با این افراد باید چه کار کرد؟ باید بزنید تا بیهوش بشود. باید بزنید تا بیهوش شود. فهمیدید؟ وقتی به هوش آمد، اگر پرسید چرا میزنی، به او بگو تقدیر خدا بوده است. فقط همین، بگو قضا و قدر بوده است. اگر خوردن مشروب تقدیر خدا بوده، این کتککاری هم تقدیر خدا بوده و کاری از دست من بر نمی آید. دزدی را نزد امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه بردند. امام فرمود دستش را قطع کنید، چون حد الله متعال است. ولی آن دزد به امیرالمؤمنین اعتراض کرد: ای امیرالمؤمنین، آیا مرا به خاطر چیزی مؤاخذه میکنی که خدا بر من نوشته؟ من با تقدیر خدا دزدی کردم. امام عمر فرمود: خب والله ما هم با همان تقدیر خدا دستت را قطع میکنیم، آیا ما را به خاطر چیزی که خدا بر ما نوشته مؤاخذه میکنی؟ خداوند بر ما نوشته که دستت را قطع کنیم. با همان منطق خودش صحبت کرد. یک اگر هم برای آرزو کردن در زمان آینده به کار میرود. اگر آرزوی خیر کرد که خیر است و اگر آرزوی شر کند که حرام است. مثلا شخصی ثروتمند است و اموالش را در راه خدا خرج میکند. فرد دیگر میگوید اگر من هم این اموال را داشتم صدقه میدادم. پس اجر این دو نفر همسان است، چون نیت خوبی داشتند و برعکس این قضیه هم صادق است. نوع آخر، استفاده از اگر در جمله‌های